درود میفرستم خدمتتون، حضورتون عرض ادب میکنم بینندگان عزیز و آگاه. خب در جریان انتخابات هستید. سه بار ساعت پایان انتخابات را تمدید کردند و بهانه آوردند که به دلیل استقبال شدید مردم ساعت انتخابات، ساعت پایان انتخابات سه بار تمدید شده است، یعنی تا ساعت 9 شب به وقت تهران. اما آنچه که از داخل ایران به نظر می رسد، آنچه که آدمی می تواند با این سانسوری که برقرار است از پاره مراکزی که می تواند خبری به دست بیاورد به طور محرمانه، نه فقط استقبال آنچنان که باید و شاید نبوده است، یعنی چیزی نبوده است که رژیم بتواند ادعا کند حماسه سیاسی خلق کرده است. اگر کسانی رفتند، کسانی بودند که ناگزیر و ناچار بودند. چند جوان ایرانی میگفتند که ما باید میرفتیم، چون در هر حال تصمیم داریم از این مملکت برویم بیرون. اگر نمی رفتیم هنگام گرفتن پاسپورت دچار اشکال می شدیم، بنابراین ما برای فرار از این مملکت رفته ایم به حوزه اقصرای. دقت بفرمایید، بسیاری از خانوم ها به دلیل اعتراضی که نسبت به این وضعیت بانوان ایرانی دارند خب تحریم کردند و نرفتند. حتی پاره از روحانیون تحریم کردن نرفتن. پس بنابراین استقبال نبوده است، کمبود بوده است. یعنی حداقل می توانیم بگوییم که به اندازه‌ای که ناچار و ناگزیر بودند که حقوق بازنشستگیش قطع نشود. اگر جوان است روزی که می رود پاسپورت بگیرد برای گریز از مملکت دچار اشکال نشود، یا برای اون سهمیه بندی هایی که در هر حال گروه های مختلف به رای دهندگان اختصاص دادند. اما چه کسی از صندوق انتخابات درآید مسئله است که روزهای آینده را آبستن حوادثی می کند که معلوم نیست تا چند اندازه حکومت اسلامی قادر باشد که این حوادث را کنترل کند و اجازه ندهد کشت و کشتاری مثل سال 88 پیش بیاید. در این میان چیزی که روشن‌تر از همه است، بسیار به وضوح قابل مشاهده و قابل درک است، این است که آقای خامنه ای در بن‌بست عجیبی گرفتار آمده است. در طول 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری هیچ وقت آقای خامنه ای دچار این گرفتاری نبوده است. هر کدام از کاندیداها که انتخاب شوند تفاوتی نمی کند. آقای روحانی، آقای قالیباف، آقای رضایی، آقای جلیلی پیامدهای گوناگونی را برای آقای خامنه ای دارد، هر کدام به دلیلی. هم اکنون آنچه که از ظواهر عام می شود فهمید این است که تعداد رای دهندگان به آقای روحانی بسیار بیشتر از دیگران است. یعنی مردم دارند همان اشتباهی را می کنند که در زمان آقای خاتمی کردند. یکی از روزنامه نویسانی که الان برای بی بی سی لندن کار می کند و در حالی که فراری است در ایران به او جایزه برترین روزنامه نگار را می دهند، در همین سفری که به آمریکا داشت نقل می کرد که روزی که آقای خاتمی می خواست انتخاب بشه، من شخصا در خیابان جلوی اتومبیل ها را می گرفتم و از سرنشینان اتومبیل تقاضا می کردم که بروند به خاتمی رای دهند و آنها چون مرا به عنوان یک روزنامه نگار قبول داشتند می رفتند و به آقای خاتمی رای می دادند. نتیجه 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی را خود آقای خاتمی اعلام کرد، نیازی به بررسی ندارد. اومد گفت من در طول 8 سال گذشته یک
عرض کنم که در واقع اصطلاحی که به کار برده از نظرم دور شد. در واقع من یک مجری فرمان بودم، من کارگزار بودم، به من دستور میدادن، من اجرا میکردم. 8 سال از من کاری ساخته نبود. بدین ترتیب مردمی که این روزها تهران و شهرستانها را بنفش کرده اند، رنگی که آقای روحانی انتخاب کرده است، مرتکب همون اشتباهی دارن میشوند که در مورد آقای خاتمی شدن. آقای جلیلی اگر از صندوق درآمد که ماجراهای سال 88 بدون شک تکرار خواهد شد، بدون شک تکرار خواهد شد، برای اینکه همگان میدونن که آقای جلیلی در واقع غلام خانزاد آقای خامنه ایست و اگر او درآید از صندوق کاملا مشخص است که آقای خامنه ای تقلبات وسیعی در صندوق های اخذ رأی به عمل آورده است. قالیباف بشود ماجرای دیگری است، چون تا همین حالا آقای خامنه ای در اختیار و در بند و اسارت سپاه پاسداران قرار گرفته است و جز سپاه پاسداران دیگر هیچ پشتیبانی در این حکومت ندارد. اینهایی هم که با آقای خامنه ای عرض کنم که اظهار علاقه و ارادت میکنند، از ترس همون سپاه پاسداران است که تمام شاهرک های اقتصادی مملکت را در اختیار دارد، همه مراکز حساس را در اختیار دارد و هر اقدامی را میتواند انجام دهد بی آنکه کسی بتواند بپرسد چرا کرده ای، چون سپاه پاسداران از دایره پرسش و پاسخ خارج است. خب اگر آقای قالیباف پیروز شود، یعنی سپاه پاسداران بر آقای خاتمی به طور ظاهرا دموکراتیک، یعنی با رأی مردم پیروز شده است. یعنی آقای خامنه ای دیگر در برابر سپاه پاسداران درست مانند موشی است که به طمع تکه پنیر در تله گرفتار می آید و جانش را در این راه از دست می دهد. خب تکلیف آقای رضایی معلوم است. آقای رضایی مردی که بتواند مملکتی را اداره کند نیست. او درست است که ظاهراً به گونه ای عمل کرد در این مصاحبه های تلویزیونی، در این مناظره های تلویزیونی، که بگوید من از قشر مردم پابرهنه هستم، من دنبال مردم پابرهنه هستم. اما فرقی نمی کند، آقای خامنه ای در بنبست است، چرا که مسئله پرونده اتمی را نتونسته از حل کند. هر کسی که بیاید برای اینکه اوضاع و احوال اقتصادی مردم را عوض کند، از این شرایط اسفناک بیرون بیاورد، ناگزیر است در مذاکرات اتمی کوتاه بیاید و تسلیم شود. این مسئله ای نیست که آقای خامنه ای بتواند پذیرا باشد. نمیخواهد امتیاز بدهد و آمریکایی ها و کشورهای 5+1 تا یک امتیاز اصولی که تعطیل فعالیت های اتمی است از حکومت اسلامی نگیرن، تحریم ها را بر نخواهند داشت که سهل است، روز به روز حلقه محاصره را تنگ تر می کند. بدین ترتیب است که خدمتتون عرض کردم، صرف نظر از اینکه از فردا شنبه چه اتفاقاتی روی خواهد داد و چه پیش خواهد آمد، آقای خامنه ای در بنبستی گرفتار آمده است که مردم آرزو دارن بنبست واپسینش باشد، بنبست آخرینش باشد، بلکه نتواند از این تله و تنگنایی که گرفتار آمده است بدر آید و این بساط خودکامگی 20 ساله را پایان بخشد. 20 ساله عرض کنم که عمر حکومت آقای خامنه ای را عرض میکنم، وگرنه این خودکامگی از همان آغاز با آمدن حکومت اسلامی آغاز شد. مسئله ای که میشد پیش بینی کرد، کمان که بسیاری از نویسندگان نوشتن که صدای پای چکمه می آید در همون آغاز،
اما آنها را سرکوب کردند، چماقداران حکومتی که به پول رسیده بودند، زندانیانی که از زندان آزاد شده بودند و حالا نه فقط دیگر زندانی محسوب نمی شدند، بلکه رژیم چماق به دست آنها داده بود که با گفتن یا خمینی یا علی یا حضرت عباس بروند و مردم ایران را سرکوب کنند، که کردند و ادامه دارد تا چنین روزی. باید منتظر بنشینیم و ببینیم که پیامدهای این انتخاباتی که از هر طریقی به آن مینگریم غیر دموکراتیک است، چه کسی بیرون میآید و پیامدهای آن چه خواهد بود. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد روز دوشنبه همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.